سوره نبع جزء سی بسم الله الرحمن الرحیم کافران از چه چیز از یک دیگر سؤال می کنند از خبری بزرگ همان خبری که آنها در آن اختلاف دارند چون این نیست که آنها می به زودی خواهند دانست باز هم چونی نیست به زودی خواهند دانست آیا زمین را بستری برای آسایش شما قرار ندادیم و کوه‌ها را میخ‌های آن قرار ندادیم و شما را جفت آفریدیم و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم و شب را پوششی برای شما قرار دادیم و روز را ای برای زندگی و معاش قرار دادیم و بر فراز شما هفت آسمان دشوار بنا کردیم و خورشید را چراغی درخشان آفریدیم و از ابرهای بارانزا آبی فراوان فرو فرستادیم تا بدان دانه و گیاه بسیار برویانیم و باغهایی پر درخت با آن آب پرورش دهیم بیگمان روز داوری میعاد همگان است روزی که در سور دمیده می شود سپس شما گروه گروه به محشر می آیید و آسمان گشوده می شود پس دروازه دروازه می گردد و ها به حرکت آیند پس چون سراب گردند و بیگمان جهنم کمینگاهی است محل بازگشت برای سرکشان است مدت زمانی دراز در آنجا بمانند و در آنجا نه چیز خنکی میچشند و نه آشامیدنی گوارایی خواهند داشت جز آبی سوزان و مایعی که چرک و خون است این کیفری است مناسب و در خور اعمالشان زیرا که آنها هیچ امیدی به روز حساب نداشتند و آیات ما را به شدت تکذیب کردند و ما همه چیز را در کتاب لوح محفوظ به شمارش نوشتیم پس کیفر اعمال خود را بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم بی گمان برای پرهیزگاران کامیابی است باغهای میوه و تاکستانها و هوریانی جوان و همسن و سال و جامهایی لبریز و پیاپی از شراب پاکیزه بهشت در آنجا نه سخن میشنوند و نه دروغی این پاداش از جانب پروردگار توست و بخششی در خور آنهاست همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست همان خدای رحمان هیچ کس در آن روز یارای سخن گفتن با او ندارد روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند هیچ کس سخن نگوید جز کسی که خدای رحمان به او اجازه داده و او سخن درست و ثواب گوید آن روز حق است پس هر کس که بخواهد بازگشت گاهی به سوی پروردگارش برگزیند به راستی ما شما را از عذابی نزدیک بین دادیم روزی که انسان آنچه را از قبل با دست های خود فرستاده است می بیند و کافر میگوید ای کاش من خاک بودم سوره نازعات جزء سی بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به فرشتگانی که جانهای کافران را به شدت بیرون میکشند و سوگند به فرشتگانی که جانهای مؤمنان را به نرمی و آسانی میگیرند و سوگند به فرشتگانی که شناورند و سوگند به فرشتگانی که در اجرای اوامر الهی بر یکدیگر سبقت میگیرند و سوگند به فرشتگانی که به امر الهی کارها را تدبیر می کنند روزی که پس از اولین دمیدن در سور زمین و کوه‌ها و همه چیز را بلرزاند در پی آن دمیدن دوم هشر بیاید دلها در آن روز سخت مسترب و ترسان است و چشم های آنان از ترس و شرم ساری فرو افتاده است کافران در دنیا می گویند آیا ما پس از مرگ دوباره به حال اول خود باز می گردیم؟ آیا هنگامی که استخوان‌های پوسیده ای شدیم و به خاک تبدیل گشتیم باز هم زنده می شویم؟ گویند اگر چنین وعده ای درست باشد آنگاه آن بازگشتی زیانبار است پس آن بازگشت تنها با یک بانگ مهیب است پس ناگهان همیگی بر عرصی زمین ظاهر می شوند ای پیامبر آیا داستان موسا به تو رسیده است؟ آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس توان داداد و فرمود به سوی فرعون برو که او تغیان کرده است پس به او بگو آیا می خواهی پاکیز شوی؟ و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم آنگاه از او بترسی و فرمان بردار شوی پس موسا معجزی بزرگ را به او نشان داد اما او تکذیب کرد و آسیان برزید سپس پشت کرد و به کوشش و تلاش علیه او پرداخت پس قومش را جمع کرد و نداداد و آنگاه گفت من پروردگار برتر شما هستم پس خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد بیگمان در این واقعه عبرتی است برای کسی که از خدا می ترسد آیا آفرینش شما سخت تر است یا آسمان که خداوند آن را بنا کرد سقف آن را برافراشت سپس به آن شکل و نظم داد و شبش را تاریک و روزش را روشن و زمین را بعد از آن گسترانید و از آن آب چشمه ها و چاه ها و چراگاهش را بیرون آورد و کوه ها را محکم و استوار بر روی زمین قرار داد همه اینها برای بهرهگیری شما و چهار پایانتان است پس هنگامی که آن حادثه بزرگ فرارسد در آن روز انسان تمام اعمال و تلاش های خود را به یاد آورد و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می شود پس آن کس و سرکشی کرده باشد و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشد پس بی تردید جهنم جایگاه اوست و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بوده و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد پس قطعا بهش جایگاه اوست ای پیامبر در باری قیامت از تو می پرسند که در چه زمانی واقع می شود؟ تو را با یادآوری این سخن چه کار است سرانجام و منتهای علم آن نزد پروردگار توست ای پیامبر تو تنها بیم دهنده کسانی هستی که از آن میترسند روزی که کافران قیامت را ببینند چون این احساس می کنند که گویی در دنیا جز یک شامگاه یا چاشتگاه درنگ نکردهاند. سوره ابسه جزء سی بسم الله الرحمن الرحیم چهره در هم کشید و روی برگردانید از این که نابینا به نزدش آمد و ای پیامبر چه میدانی شاید که او پاک میشد یا پند گیرد و این پند به او می میداد اما آن کس که بینیازی نمود پس تو به او روی می آوری در حالی که اگر او خود را از کفر پاک نسازد چیزی بر تو نیست اما کسی شتابان به سراغ تو می آید و او از خدا می ترسد پس تو از او غافل می شوی هرگز چنین نیست بیگمان این سور تذکر و یادآوری است پس هر کس بخواهد از آن پند گیرد در صحیف های پرارزشی ثبت است بلند پایه و پاکیزه به دست سفیران وحی است بزرگوار و نیکوکار مرگ بر این انسان چقدر ناسپاس است خداوند او را از چه چیز آفریده است او را از نطفه ای ناچیز آفریده است آنگاه او را موزون ساخت سپس راه را برای او آسان نمود آنگاه بعد از پایان عمر او را میراند پس او را در قبر پنهان کرد سپس هرگاه که بخواهد او را زیاده می کند و از قبر برمی انگیزد هرگز چنین نیست که او میپندارد. پندارد او هنوز آنچه را که خدا فرمان داده به جای نیاورده است پس انسان باید به قضای خود بنگرد بیگمان ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم سپس زمین را به شکافتیم آنگاه در آن دانه های فراوان رویاندیم و انگور و سبزی بسیار و زیتون و نخل و باغ هایی پر درخت و انواع میوه و علوف پدید آوردیم همه اینها برای بهرگیری شما و چهار پایانتان است پس هنگامی که آن صدای مهیب فرا رسد روزی که انسان از برادرش میگریزد و از مادرش و از پدرش و از زنش و فرزندانش نیز میگریزد. در آن روز هر کس را کاری است که او را به خود مشغولش دارد چهره در آن روز گشاده و روشن است خندان و شاده است و چهره در آن روز قبار آلود است سیاهی و تاریکی آنها را پوشانده است اینان همان کافران فاجرند سوره تکویر جزء بسم الله الرحمن الرحیم هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود و هنگامی که ستارگان بینور شوند و هنگامی که کوه ها به حرکت درآیند و هنگامی که ماد شتوران باردار رها شوند و هنگامی که جانوران وحشی گرد آورده شوند و هنگامی که دریاها جوشان و برف شود و هنگامی که روح ها قرین شوند و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود به کدام این گناه کشته شده است و هنگامی که نامه های اعمال گشوده شود و هنگامی که پرده از روی آسمان برگرفته شود و هنگامی که دوزخ افروخته و شعله برگردد و هنگامی که بهشت نزدیک آورده شود در آن هنگام هر کس خواهد دانست چه چیزی را برای آخرت خود حاضر و آماده کرده است پس سوگند به ستارگانی که باز می گردند شتابان حرکت می کنند و از نظر پنهان می شوند و سوگند به شب هنگامی که تاریکیش کاست شود و پشت کند و سوگند به صبح هنگامی که بدمد بیگمان این قرآن سخن فرستادی بزرگوار است که مقتدر و نیرومند است و نزد خداوند صاحب عرش مقام و منزلت والایی دارد در آسمانها مورد اطاعت فرشتگان و امین وحی است و ای مردم هم نشین شما محمد دیوانه نیست و به راستی او را در افق روشن دیده است و او بر آنچه از طریق غیب به او وای شده بخیل نیست و این قرآن گفته شیطان رانده شده نیست پس به کجا می روید؟ این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای جهانیان نیست برای کسی از شما که بخواهد راه راست در پیش گیرد و شما نمیخواهید مگر آنکه پروردگار جهانیان بخواهد سوره انفطار بسم الله الرحمن الرحیم هنگامی که آسمان شکافته شود و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند و هنگامی که دریاها به هم آمیزند و روان گردند و هنگامی که قبرها زیر و رو شوند در آن هنگام هر کس خواهد دانست آنچه را که پیش فرستاده و آنچه را که باز پس داشته است ای انسان چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است آنکه تو را آفرید آنگاه شکل و اعضایت را تمام کرد سپس معتدل گرداند و به هر شکلی و صورتی که خواست تو را ترکیب نمود هرگز چنین نیست که شما گمان می کنید. بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید و بیگمان نگهبانانی از فرشتگان بر شما گمارده شده که نویسندگانی بزرگوار هستند آنچه را انجام می دهید می دانند و اعمال نیک و بد شما را یاد داشت می کنند مسلما نیکان در نعمتهای بهشت هستند و یقینا بدکاران در آتش جهنمند روز جزا به آن درآیند و بسوزند و هرگز آنان از آنجا غایب نباشند و تو چه میدانی که روز جزا چیست باز تو چه میدانی که روز جزا چیست روزی که هیچ کس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست و در آن روز حکم و فرمان از آن خداست سوره متففین جزء سی بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان وای بر کم فروشان کسانی که چون برای خود از مردم پیمانی می کنند حق خود را کامل می گیرند و هنگامی که می خواهند برای آنان پیمانی یا وزن کنند کمی کم گذارند آیا آنها گمان نمی کنند که قیامت فرا می رسد و از قبرها برانگیخته می شوند؟ در روزی بزرگ همان روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند هرگز چنین نیست که کافران پنداشتند حقا که نامی اعمال بدکاران در سجین است و تو چه دانی که سجین چیست؟ کتابی است که اعمال بدکاران در آن نوشته شده است در آن روز وای بر تقذیب کنندگان آنان که روز جزا را انکار و تکذیب می کنند و جز ستمکاران گنهکار کسی آن روز را تکذیب نمی کند چون آیات ما بر آنها تلاوت شود گوید این افسانه های گذشتگان است هرگز چنین نیست که آنها گمان می کنند بلکه به سبب آنچه کرده اند بر دلهایشان زنگار بسته است هرگز چنین نیست که آنها میپندارند بیگمان آنها در آن روز از دیدار پروردگارشان یقینا محجوب و محرومند سپس بعد از حساب مسلما وارد دوزخ میشوند آنگاه به آنها گفته می شود این آتش همان چیزی است که آن را تکذیب میکردید هرگز چنین نیست که آنها میپندارند بیگمان نامه اعمال نیکوکاران در الیین است و تو چه دانی که الیین چیست کتابی است که اعمال نیکوکاران در آن نوشته شده است که مقربان درگاه الهی بر آن حاضر شوند و گواهی دهند همانا نیکوکاران در نعمتهای بهشت هستند بر تختها تکیه زده و مینگرند خرمی و نشاط نعمت را در چهره هایشان میبینی و میشناسی آنها از شراب ناب مهر شده نوشانده و سیراب میشوند مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و در این شراب و نعمت های دیگر بهشت مشتاقان باید بر یک دیگر پیشی گیرند و آمیزه اش از تسنیم است همان چشمی که مقربان درگاه الهی از آن می نوشند همانا کسانی که جرم و گناه کردند پیوسته در دنیا بر کسانی که ایمان آورده بودند میخندیدند و هرگاه مؤمنان از کنارشان میگذشتند با چشم و ابرو به هم اشاره میکردند و چون به سوی خانواده خود باز میگشتند شادمان و خندان باز میگشتند و هنگامی که مؤمنان را میدیدند میگفتند بیگمان اینها گمراهانند در حالی که آنان برای مراقبت و نگهبانی بر مؤمنان فرستاده نشده بودند پس امروز کسانی که ایمان آورده اند به کافران میخندند بر تخت های آراست نشسته و می نگرند. آیا کافران پاداش آنچه میکردند دریافت کرده اند؟ سوره انشقاق بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان هنگامی که آسمان شکافته شود و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند و هنگامی که زمین گسترده و هموار شود و هرچه را درون خود دارد بیرون ریزد و توهی گردد و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند ای انسان بیگمان تو در راه رسیدن به پروردگارت سخت تلاش و کوشش می کنی پس او را ملاقات خواهی کرد پس اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود به زودی به حسابی آسان محاسبه می شبد. و شاد و مسرور به سوی خانواده اش باز می گردد و اما کسی که نامی اعمالش از پشت سرش به او داده شود پس به زودی مرگ و نابودی را می طلبد. و به آتش جهنم شعلورد درآید. بیگمان او در دنیا میان خانوادی خود شادمان بود به راستی او گمان می کرد، هرگز باز نخواهد گشت آری همانا پروردگارش نسبت به او بینا بود پس به شفق سوگند می خورم و سوگند به شب و آنچه را فرو میپوشد و سوگند به ماه چون کامل شود که شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل می شوید. پس آنان را چه شده که ایمان نمیآورند و هنگامی که قرآن بر آنها تلاوت شود سجده نمی کنند بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته آیات الهی را تکذیب می کنند. و خداوند به آنچه در دل پنهان می‌دارند داناتر است پس ای پیامبر آنان را به عذابی دردناک بشارت ده مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند که برای آنها پاداشی قطع نشدنی است سوره بروج بسم الله الرحمن الرحیم قسم به آسمان که دارنده برج هاست و سوگند به روز موعود و سوگند به شاهد و مشهود اصحاب اخدود به هلاکت و نابودی رسیدند خندق های پر و افروخت از هیزمهای بسیار هنگامی که بر کناری آن نشسته بودند و آنان آنچه را با مؤمنان انجام میدادند تماشا می کردند و هیچ ایرادی از آنان نگرفتند جز اینکه به خداوند پیروزمند ستود ایمان آورده بودند همان کسی که فرمان روای آسمان و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است به راستی کسانی که مردان مؤمن را و زنان مؤمنه را شکنجه و آزار دادند سپس توبه نکردند پس برای آنها عذاب جهنم است و برایشان عذاب آتش سوزان است همانا برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغهایی از بهشت است که نهر حاضر درختان آنجاری است و این کامیابی بزرگ است به راستی مجازات و فرو گرفتن پروردگارت سخت است همانا اوست که آفرینش را آغاز می کند و دوباره بعد از مرگ باز می گرداند. و او آمرزنده دوستدار است صاحب عرش مجید است آنچه را بخواهد انجام می دهد؟ ای پیامبر آیا داستان لشکرها به تو رسیده است لشکریان فرعون و قوم سمود بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته در تکذیب حق هستند و خداوند از هر سو بر آنها احاطه دارد بلکه این قرآن مجید است که در لوح محفوظ نگاشته شده است سوره تارق بسم الله الرحمن الرحیم سوگند به آسمان و سوگند به تارق و تو چه میدانی تارق چیست همان ستاری درخشان است هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبان و محافظی از فرشتگان است پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است از یک آب جهنده آفریده شده است که از میان پشت و سینه بیرون می آید بیگمان او بر باز گردانیدن او پس از مرگ قادر است روزی که نهانها آشکار می شود پس او را هیچ نیرو و یاوری نیست سوگند به آسمان پرباران و سوگند به زمین پرشکاف بیگمان این قرآن سخن جدا کننده حق از باطل است و آن سخن حزل و بیهوده نیست بیگمان آنها پیوسته حیله و نیرنگ می کنند و من هم حیله و تدبیر می کنم پس کافران را مهلت بده اندکی آنان را رها کن سوره اعلا بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان نام پروردگار بلند مرتبه اطرا به پاکی یاد کن همان که آفرید پس درست و استوار ساخت و همان کسی که اندازه گیری کرد پس هدایت نمود و آن کسی که چراگاه را رویانید سپس آن را خشک و سیاه گردانید ما به زودی قرآن را بر تو میخوانیم پس هرگز فراموش نخواهی کرد مگر آنچه را که خدا بخواهد همانا او آشکار و نهان را میداند و ما تو را برای راه آسان توفیق می دهیم پس اگر پند مفید باشد پند به زودی کسی که از خدا می ترسد، پند میپذیرد. و بدبخترین مردم از آن دوری می گذیند. همان کسی که در آتش بزرگ جهنم در خواهد آمد سپس در آن آتش نمی میرد و نه زنده می ماند یقینا کسی که خود را پاک و تسکیه کند رستگار شد و نیز کسی که نام پروردگارش را یاد کرد پس نماز گذارد بلکه شما مردم زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهید در حالی که آخرت بهتر و پاینده تر است به راستی این پندها در صحیفه های پیشین نیز بود صحیفه های ابراهیم و موسا سوره قاشیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای پیامبر آیا خبر قاشیه به تو رسیده است چهره هایی در آن روز خار و ذلیل خواهند بود در دنیا پیوسته تلاش کرده و خسته شده و چون در راه حق نبوده نتیجه ای ندیده اند در آتش سوزان درآیند از چشمه بسیار داغ به آنها نوشانده می شود تعامی جز از ذریع ندارند که نه آنها را فر بکند و نه دفع گرسنگی نماید و چهره هایی در آن روز شاداب و تازه باشند و از سعی و تلاش خود خوشنودند در بهشت برین هستند در آن هیچ سخن بیهوده ای نمی شنوند در آن چشمه های آب روان باشد در آن تخت های زیبای بلند پایه است و جام هایی که در کنار چشمه ها نهاده شده و پشتی ها بالش های منظم چیده شده و نیز فرش های گران بها گسترده شده است آیا کافران به شطر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است و به آسمان نمی نگرند که چگونه برافراشته شده است و به کوه ها نگاه نمی کنند که چگونه محکم بر زمین نصب شده است و به زمین نمی نگرند که چگونه گسترده شده است پس ای پیامبر پنز بده که تو تنها پند دهنده ای تو بر آنها مسلط و چیره نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی مگر کسی که روی گردانت کافر شود پس خداوند با عذاب بزرگ او را عذاب می کند همانا بازگشت آنها به سوی ماست سپس بیگمان حسابشان نیز با ماست سوره فجر بسم الله الرحمن الرحیم سوگند به صبح و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و سوگند به شب هنگامی که حرکت می کند و میرود آیا در این چیزها سوگندی برای صاحب خرد نیست؟ ای پیامبر آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ ارام که دارای ستونها و قامت بلند بودند که همانند آن در شهرها آفریده نشده بود و نیز قوم سمود آنهایی که سخرهای سخت را از کنار وادی می تراشیدند و برای خود خانه می‌ساختند و فرعون صاحب میخها همان کسانی که در شهرها تغیان و سرکشی کردند پس در آنها بسیار فساد به بار آوردند آنگاه پروردگارت تازیانی عذاب را بر آنان فرو آورد یقینا پروردگار تو در کمینگاه است پس اما انسان هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت بخشد مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است و اما هنگامی که او را بیازماید پس روزیش را بر او تنگ گیرد ناامید می شود و میگوید: پروردگارم مرا خار کرده است هرگز چونی نیست که شما میپندارید، پندارید بلکه یتیم را گرامی نمی دارید و یک دیگر را بر اطعام مستمندان ترقیب و تشویق نمی کنید و میراس را حریسا نمی خورید و حق دیگران را نمی دهید و مال و ثروت دنیا را بسیار دوست دارید هرگز چنین نیست که شما گمان می کنید. هنگامی که زمین سخت در هم کوبیده شود و هموار گردد و پروردگارت برای داوری بیاید و نیز فرشتگان صف در صف بیایند و در آن روز جهنم را بیاورند در آن روز انسان متذکر می شود و اما این تذکر چه فایده ای برای او دارد میگوید ای کاش در دنیا برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم پس در آن روز هیچ کسی همانند عذاب او عذاب نمی کند و هیچ کس همچون بند کشیدن او کسی را بند نکشد ای روح آرام یافته به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خشنود است پس در زمری بندگان خاص من در آی و به بهشت من وارد شو سوره بلد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به این شهر و تو در این شهر ساکنی و سوگند به پدر و فرزندانش یقینا ما انسان را در رنج آفریدیم آیا او گمان می کند هیچ کس بر او توانا و قادر نیست؟ میگوید مال زیادی را تباه و خرج کرده ام آیا می پندارد هیچ کس او را ندیده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو و او را به دو راه خیر و شر راه نمایی کردین پس به گردنی سخت قدم نگذاشت و نیامد و تو چه دانی گردنی سخت چیست آزاد کردن برده است یا تعام دادن در روز قحطی و گرسنگی یتیمی از خیشاوندان یا مستمندی خاک نشین را آنگاه از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر سفارش کرده اند و یکدیگر را به مهربانی توصیه نمودند اینان اهل سعادتند و کسانی که به آیات و نشانه های ما کفر ورزیدند آنان اهل شقاوتند اند بر آنها از هر سو آتشی سرپوشیده است که راه فرار ندارند سوره شمس بسم الله الرحمن الرحیم سوگند به خورشید و روشنی آن و سوگند به ماه هنگامی که بعد از آن درآید و سوگند به روز هنگامی که آن را روشن و جلبگر کند و سوگند به شب هنگامی که او را بپوشاند و سوگند به آسمان و به آنکه آن را بنا کرد و سوگند به زمین و به آنکه آن را گسترانید و سوگند به جان انسان و آنکه آن را آفرید و نیکو گردانید سپس بدیها و پرهیزگاری هایش را به او الهام کرد محققا هر کس نفس خود را تزکیه و پاک کرد رستگار شد و یقینا هر کس که آن را با گناه آلود ساخت نومید و زیانکار شد قوم سمود از روی سرکشی و تقیانشان پیام برشان را تکذیب کردند آنگاه که شقی ترینشان برای اقدام به جنایت برخاست پس پیام بر خدا صالح به آنها گفت ما دو خدا را با آبش خورش واگذارید ولی آنها او را تکذیب کردند آنگاه ماد شطر را پی کردند پس پروردگارشان به سبب گناهانشان بر سرشان عذاب آورد و با خاک یکسان کرد و خداوند از سرانجام آن بیم ندارد سوره لیل بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به شب هنگامی که همه چیز را بپوشاند و سوگند به روز هنگامی که آشکار شود و سوگند به آنکه نر و ماده را آفرید که یقینا سعی و تلاش شما مختلف است پس اما کسی که در راه خدا بخشید و پرهیزگاری کرد و سخنان نیک را تصدیق کرد پس ما او را برای راه آسان توفیق می دهیم و اما کسی که بخل برزید و بینیازی طلبید و نیز سخنان نیک را تکذیب کرد پس به زودی او را برای راه دشوار سوق می دهین. و هنگامی که سرازیر جهنم شود مالش به حال او سودی نخواهد داشت مسلما هدایت و راه نمائی کردن بر عهده ماست و محققا آخرت و دنیا از آن ماست پس من شما را از آتشی شعلور بیم دادم به آن آتش کسی جز بدبخت ترین مردم در نیفتد همان کسی که آیات ما را تکذیب کرد و به زودی پرخیز کار ترین مردم از آن دور داشته می شود. همان کسی که مال خود را در راه خدا می بخشد تا پاک شود و هیچ کس را بر او نعمت و حقی نیست تا بخواهد با انفاق پاداش دهد مگر برای به دست آوردن وجه و خوشنودی پروردگار برترین و به راستی خوشنود خواهد شد و سوره بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به آغاز روز و سوگند به شب هنگامی که آرام گیرد که پروردگارت تو را وانه گذاشته و بر تو خشم نگرفته است و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت به تو آنقدر عطا کند که خشنود گردی آیا تو را یتیم نیافت پس پناه داد و تو را راه نایافت و سرگشته یافت پس هدایت کرد و تو را فقیر یافت پس بینیاز نمود پس تو هم یتیم را میازار و سوال کننده را مران و با او خشونت نکن و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن سوره شهر بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای پیامبر آیا ما سین را برایت نگشودیم؟ و بار سنگین تو را از دوش تو بر نداشتیم همان باری که بر پشت تو سنگینی می کرد و نام و آوازی تو را بلند ساختیم پس مسلما با هر دشواری آسانی است مسلما با هر دشواری آسانی است پس هنگامی که از کار و امور دنیا فارغ شدی به عبادت پروردگارت بکوش و به سوی پروردگارت راقب شو سوره تین و سوره علق بسم الله الرحمن الرحیم سوگند به انجیر و زیتون و سوگند به تور سینا و سوگند به این شهر امن یقینا ما انسان را در بهترین صورت و هیئت آفریدیم سپس او را به پایین ترین مرحله برگرداندیم مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس برای آنها پاداشی قطع نشدنی است پس ای انسان چه چیز بعد از این همه دلایل روشن تو را به تکذیب روز جزا وامی دارد آیا خداوند بهترین داوران به حکم مطلق نیست بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای پیامبر بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید همان خدایی که انسان را از خون بسته آفرید بخوان و پروردگارت از همه بزرگ وارتر است همان کسی که به وسیله قلم نوشتن آموخت به انسان آنچه را که نمیدانست آموخت حقا که انسان تغیان و سرکشی می کند چون خود را بی نیاز ببیند یقیناً بازگشت همه به سوی پروردگار توست ای پیامبر آیا دیده ای آن کسی که باز می دارد بنده ای را هنگامی که نماز می خاند؟ به من خبر بده اگر این بنده بر راه هدایت باشد یا مردم را به پرخیزگاری فرمان دهد سزای کسی که او را آزار دهد ده چیست؟ به من خبر ده اگر این شخص سرکش حق را تکذیب کرد و روی گردان شد آیا سزاوار عذاب نیست؟ آیا نمیداند که مسلما خداوند همه اعمالش را میبیند بیند؟ چون این نیست که او گمان می کند اگر باز نیاید محققا ناسی اشرا را خواهیم گرفت و کشید همان پیشانی دروغگوی خطاکار را پس باید اهل مجلسش و همدمانش را بخاند ما نیز به زودی معموران آتش را فرا می خانیم. چون این نیست که او می پندارد. هرگز او را اطاعت نکن و سجد کن و به خداوند تقرب جوی سوره قدر بسم الله الرحمن الرحیم همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه دانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است فرشتگان و روح در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کاری نازل می آن شب تا طلوع فجر سلامتی و رحمت باشد و سوره بیینه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان از آین کفر دست بردار نبودند تا اینکه برای آنها دلیل روشنی بیاید پیامبری از سوی خداوند بیاید که صحیفه های پاک را بخواند و در آن صحیفه ها نوشته های استوار و درست است و کسانی که به آنان کتاب داده شد از یهود و نصارا پراکنده نشدند و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشن برای آنها آمد و آنان فرمان نیافتند جز این که خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص گردانند و از شرک و بتپرستی به توحید و دین ابراهیم روی آورند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است آین راستین و مستقیم بیگمان کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان در آتش جهنمند که در آن جاودانه خواهند ماند آنان بدترین آفریدگان هستند همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایست انجام دادند آنها بهترین آفریدگان هستند پاداش آنها نزد پروردگارشان باقهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختان آنجاری است همیشه در آن خواهند ماند خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از او خشنودند. و این مقام و پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد و سوره زلزله بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان هنگامی که زمین با شدید ترین لرزه هایش به لرزه درآید و زمین بارهای سنگینش را بیرون ریزد و انسان گوید آن را چه شده است؟ در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند زیرا که پروردگارت به او چون این وحی و حکم کرده است در آن روز مردم پراکنده باز می گردند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود پس هر کس به اندازی زرعی کار نیک انجام داده باشد پاداش آن را می بیند و هر کس به اندازی زرعی کار بد کرده باشد کیفر آن را می بیند و سوره آدیات بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به اسبهای پای دونده که نفس زنان به سوی میدان پیش می رفتند و سوگند به از پایی که در اثر استکاک سمشان با سنگها ها جرقی آتش ایجاد کردند باز سوگند به از پایی که در صبح گاهان بر دشمن یورش برند پس در آن هنگام گرد و غبار برانگیزند آنگاه به میان جمع درآیند و آنها را محاصره کنند محققا انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس است و بیگمان او بر این ناسپاسی گواه است و همانا او علاقه فراوان و شدیدی به مال دارد آیا او نمیداند که چون آنچه در گور همه زنده و برانگیخته شوند و آنچه در سینه هاست همه آشکار گردد یقینا در آن روز پروردگارشان به و حال آنها کاملا آگاه است و سوره قارعه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان فرو کوبنده. چیست آن فرو کوبنده و تو چه که آن فرو کوبنده چیست روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود و کوه ها مانند پشم رنگین حلاجی شده خواهد بود پس اما هر کس که در آن روز کفه میزانش سنگین باشد در یک زندگی خوشنود و پسندیده ای خواهد بود و اما هر کس که کفه میزانش سبک باشد پس مسکن و پناهگاهش حاویه است تو چه دانی که آن حاویه چیست آتشی سوزان و شعلور است و سوره تکاسر بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان افزون طلبی شما را به خود مشغول و غافل ساخته است تا اینکه به گورستان ها رسیدند هرگز چنین نیست که شما میپندارید به زودی خواهید دانست باز هم نیست به زودی خواهید دانست چنین نیست که شما گمان میکنید اگر شما به علم یقین حقیقت را میدانستید قطعا جهنم را خواهید دید سپس محققا آن را با چشم یقین خواهید دید آنگاه حتما در آن روز از همه نعمت ها باز خواهید شد سوره عصر و سوره همزه و سوره فیل بسم الله الرحمن الرحیم سوگند به عصر که انسان در خسران و زیان است مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و یک دیگر را به حق سفارش نموده و یک دیگر را به صبر سفارش کرده اند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان وای بر هر عیب جوی غیبت کننده ای همان کسی که مال فراوانی گرد آورد و شمارش کرد گمان می کند که مالش او را جاودانه میسازد. هرگز چنین نیست که او گمان می کند مسلما در حتم انداخته خواهد شد و تو چه دانی حتم چیست آتش برافروخته الهی است آتشی که بر دلها چیره گردد و بسوزاند بیگمان آن آتش بر آنها فرو بسته و از هر سو آنها را محاصره کرده است در ستونهای بلند و کشیده شده است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای پیامبر آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ آیا حیل و نقشه آنها را در تباهی قرار نداد؟ و پرندگانی گروه گروه بر سر آنها فرستاد که با سنگ های بسیار کوچکی از سنگ گل که در منقار و چنگال داشتند به سوی آنها می و آنها را سنگ باران می کردند پس آنها را همچون کاه جویده شده قرار داد سوره قرش سوره ماعون و سوره کوسر بسم الله الرحمن الرحیم برای شکر الفت و انس قریش همان الفت آنها در سفرهای تجاری زمستانی به یمن و تابستانی به شام پس باید پروردگار این خانه کعبه را پرستش کنند همان پروردگاری که آنها را از گرسنگی نجات و تعام داد و از ترس و خوف ایمنشان داشت بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای پیامبر آیا کسی که روز جزا را تکذیب می کند دیده ای؟ پس او همان کسی است که یتیم را با خشونت از خود میراند و دیگران را به اطعام بینوا و مسکین ترغیب و تشویق نمی کند پس وای بر نماز گذاران همان کسانی که از نمازشان غافلند کسانی که خود نمایی می کنند و از پرداخت زکات و آریت دادن وسایل ضروری زندگی دریغ می برزند. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای پیامبر به راستی که ما به تو کوسر عطا کردیم پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن بدون شک دشمن تو برید نسل و بی عقب است سوره کافرون و سوره نصر و سوره مسد بسم الله الرحمن الرحیم ای پیامبر بگو ای کافران من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید و شما نیز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم و نه من پرستشگر آنچه را که شما پرستش کرده اید خواهم بود و نه شما پرستشگر آنچه را که من می پرستم خواهید بود آین شما برای خودتان و آین من برای خودم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای پیامبر هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرار رسد و مردم را ببینی که گروه گروه در دین خدا وارد می شوند پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه همانا او بسیار توبه پذیر است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان برید باد هر دو دست ابو لحب و حلاک باد مال و ثروتش و آنچه را به دست آورده بود به او سودی نبخشید به زودی به آتش شعلور در خواهد آمد و نیز همسرش آن هیزم کش وارد آتش می شود در گردنش تنابی از لیف خرماست سوره اخلاص و سوره فلق و سوره ناس بسم الله الرحمن الرحیم ای پیام بر بگو او خدای یکتا و یگانه است خدا بی نیاز است نه فرزندی زاده و نزاده شده است و هیچ کس همانند و همتای او نبوده و نیست بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای پیامبر بگو به پروردگار سپید دم پناه میبرم از شر تمام آنچه آفریده است و از شر تاریکی شب آنگاه که همه جا را فراگیرد و از شر زنان جادوگر که با افسون در گره ها میدمند و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ای پیامبر بگو به پروردگار مردم پناه میبرم فرمان روای مردم اله و معبود مردم از شر شیطان وسوسگر باز پس رونده همو که در دلهای مردم وسوسه می کند از جنیان باشد و یا از آدمیان